یونیت 12 از کتاب قرمز رنگ. شما باید حتما کتاب قرمز اول یاد بگیرید بعد آبی. اینو برای میگم که اگه موقعی اواسط کار ما به ما پیوستید بدونید که این ویدیوی مقدماتی است، یعنی کتاب قرمز رنگ و کتاب آبی ادوانس کار ماست. اوکی، خب رسیدیم به سوالی کردن گذشته ساده و همینطور منفی کردنش. اگر من بگم که we were fat، ما چاق بودیم، ما چاق بودیم، سوالیش چی میشه؟ Were you fat؟ یا Were we fat؟ آیا شما چاق بودید؟ They were here، آنها اینجا بودند، نقطه. حالا سوالیش، Were they here؟ آیا آنها اینجا بودند؟ خیلی خوب. همینطور در مورد was، مثلا میگیم She was a، مثلا جیگر، او یک جیگر بود. الان مثلا شده چه میدونم آدم بی خودی شده، قبلا او جیگر بود. بعضی اولش جیگرن بعدش بی خود میشن، بعضی اول بی خودن بعدا جیگر میشه. She was a جیگر. خب حالا سوالیش کنیم، Was she a جیگر؟ اوکی. پس میبینید که هر وقت شما ور رو میارید به اول جمله در این دو مثال و هر وقت شما واز رو هم میارید اول جمله، شما سوال رو ساختید. اوکی، خب طبق معمول دست و بالمون بسته است به خاطر اینکه داریم راجع به واز و ور حرف میزنیم، یعنی بودند و بود. باقی افعال کره زمین چی میشه؟ بیایم راجع به اونا هم حرف بزنیم. یه لحظه اجازه بفرمایید. داداش انگوش شست نه چشه. خب بریم سراغ باقی افعال. ببینید مثلا اگر من بگم They locked the door، آنها در را قفل کردند، سوالیش چی میشه؟ آیا آنها در را قفل کردند؟ چجوری باید بسازیم؟ نمیتونم که بگم locked they the door. نه، اینجاست که احتیاج به یک فعل کمکی داریم، به خاطر اینکه دیگه was و were نیست. در حالت گذشته ساده برای سوالی کردن افعالی به جز was و were مجبوریم از did استفاده کنیم. در پرانتز do گذشتهش میشه چی؟ did. درسته؟ گذشته دو میشه دید. حالا بیاییم نمیتونیم چجوری به صلاح سوالیش کنیم. اینطوری یه دید میذاریم اولش، میشه آیا دید، گذشته دوه، آیا آنها قفل کردن
در را. ببین did they lock the door. این ایدی دیگه احتیاجی نیست که به کار بره در سوالی وقتی شما دید گذاشتی. در واقع یک بار شما جمله رو سوالی کردید. پس they locked the door، آنها در را قفل کردند. سوالیش did they lock the door، آیا آنها در را قفل کردند؟ و فعل جمله از حالت گذشته ساده به فعل معمولی تبدیل میشه. یه مثال دیگه میزنم و میریم به سراغ کتاب طلاییمون. I hang myself. من خودمو دار زدم. Hanged. I hang myself. حالا یکی بخواد از من بپرسه آیا خودتو دار زدی؟ خب که سوال مسخره ای. اگه من خودمو دار زدم که قربونت، دیگه نمیتونی ازم بپرسی که، باید بی اون دنیا صحبت کنی. سوالیش Did you hang yourself؟ آیا شما خودتو دار زدی؟ آره خودم رو در زدم. خیلی قشنگم نه؟ یعنی چی سوالیه؟ ولی خب یاد بگیرید سوالیش چیه. I hanged myself. حالا did you hang yourself؟ که اینجا دوباره این تبدیل رو داریم. حالا اگر بریم به کتاب در یونیت 12 این ماجرا خیلی قشنگ باز شد و من میخوام با شما راجع بهش صحبت کنم. خب بریم سراغ یونیت 12 سکشن A. We use did in past simple negative and questions. Did همونی که گفتم یعنی گذشته do انجام دادن. Infinitive مصدر play start watch have see do go. Play بازی کردن، start شروع کردن، watch دیدن، have داشتن، see دیدن، do انجام دادن و go رفتن. I played we started you watched they had he saw she did it went. همطور که بینید پلی میشه پلید ولی گو میشه ونت. بحث یونیت 11 در مورد ایریگولار و ریگولارها، افعال بی قاعده و با قاعده و این که به هر حال بحث گذشتمونه. حالا وقتی میخواد منفی بشه میشه I didn't play we didn't play you didn't watch. با آوردن یه didn't که میتونید did not و didn't رو به این شکل بنویسید اینا منفی میشه. سوالی did I did we did you did they. همطور که اینجا did you did they صحبت چه کرد. خب بریم سکشن B. I don't watch TV very often. من اغلب تلویزیون نمیبینم. این میشه حال ساده. حالا گذشتش I didn't watch TV yesterday. من دیروز تلویزیون ندیدم. I didn't. این did که سوالی هستش و ما میگیم اول جمله میاد، در یک جمله مثبت هم به معنی انجام ندادنه. وقتی شما میگی I don't watch TV، من تلویزیون نمیبینم، گذشتش میشه من تلویزیون ندیدم. I didn't watch TV yesterday. من تلویزیون ندیدم دیروز. Does she often go away؟ آیا او اغلب میره این منور؟ خب این سوال حال ساده است. حالا Did she go away last week؟ آیا او رفت این منور هفته گذشته؟ پس هم قالب سوالی داره هم قالب مثبت، ولی
در قالب مثبت فقط do به didn't، do به did تبدیل میشه. I watched، I didn't watch. They went، they did they go. He had، he didn't have. You did، did you do. ببینید یه خورده اینجا ممکنه برای شما سوال باشه. من میگم I did یعنی چی؟ من انجام دادم. حالا خب بگیم آیا تو انجام دادی؟ Did you do؟ آیا شما انجام دادی؟ این دید اول برای سوالی کردنه، اما دو دوم فعله. Did you do؟ آیا شما انجام دادی؟ مثل اینکه بگم Did you eat؟ آیا شما خوردی؟ Did you have؟ آیا شما داشتی؟ پس دو دوم فقط فعله، چیز مهمی نیست. Okay. I played tennis yesterday but I didn't win. من تنیس بازی کردم دیروز but I didn't win، اما نبردم. Did you do the shopping؟ آیا شما انجام دادی shopping؟ No I didn't have time. من I didn't، من تایمی نداشتم. We went to the cinema، ما رفتیم به سینما. But we didn't enjoy the film، ولی ما didn't enjoy the film، لذت نبردیم از فیلم. خب یه تحلیلی بکنیم. ببینید درباره یه چیزی مثل I didn't have time یعنی چی؟ شما برای اینکه در گذشته صحبت کنی وقتی بگی I have time یعنی من وقت دارم، میشه حال ساده. حالا میخوایم اینو گذشته کنیم، گفتیم برای گذشته باید از did استفاده کنیم. I did have time یعنی من زمان داشتم. حالا وقتی منفیش میکنیم میشه I didn't have time، من وقت نداشتم. اینم از تحلیل این جمله. Did you do the shopping؟ No I didn't have time. Did you do the shopping؟ این چی؟ Do you shopping؟ این البته فکر کنم یه خورده Do you shopping؟ یعنی آیا شما در حال آیا شما خرید میکنی؟ حالا سوالیش کنیم ببریمش گذشته. Did you shopping؟ آیا شما خرید کردی؟ Did you shopping؟ حالا shopping یعنی چی؟ shopping یعنی خرید کردن، منتها این خرید کردن اینجا do داره. بذار اینجوری بهتون بگم، یه خورده این سخت درکش برای کسی که تازه. ببین ما چی کار میکنیم؟ ما خرید میکنیم. خب این شاپینگ یعنی خرید کردن. حالا ببریمش توی جمله. من میگم I do shopping، من خرید کردن رو انجام میدم. حالا سوالیش کنیم Do you shopping؟ اینجوری میشه Do you do shopping؟ این اون چیزی که من میخوام گذشتهش کنم به شما بگم. ببین Do you do shopping یعنی آیا انجام میدی چی رو؟ خرید کردن رو.
حالا این گذشتهش چی میشه؟ Did you؟ خب این دوره که کاری نداریم، خاطر اینکه برای سوالی کردن این اومده، ولی با این کار داریم. Did you do shopping؟ مثل همینجا که میبینید Did you do the shopping؟ حالا dish بحث دیگریست که میگم بهتون، ولی الان موضوع اینه Did you do shopping؟ ما این تیکه رو آوردیم اینن گشتیم ایچ. Did you do shopping؟ ای شما خرید کردی؟ این دو که حالا من مثلا این رنگیش میکنم، این دو فقط برای سوالی کردن در زمان حال ساده اومده. اینجا که گذشته میشه دوباره دید میاد، اینم برای سوالی کردن، ولی جمله ها یکیه. میبینید Did you do shopping؟ Did you do the shopping؟ اون دی هم که شما میبینید برای اینه که خب ما این خرید کردنی که بحثشو میکنیم میدونیم در مورد چه موضوعی، حالا میرسیم بهش. اون ده چیز مهمی نیست فعلا. Did you do the shopping؟ We went to the cinema but we didn't enjoy the film. میخوام یه خورده براتون جا بیفته بعضی افعال در انگلیسی بدون دو نمیشن، بدون دید نمیشن. ببینید We enjoyed the film. یعنی چی؟ ما از فیلم لذت بردیم. گذشته است. Enjoy، enjoyed. حالا اینجا We didn't enjoy the film. اینجا یعنی لذت بردن دیگه. ببینید برای منفی کردن یه didn't گذاشتم به خاطر اینکه گذشته داره، این ایدی رو از اینجا برداشتم آوردم گذاشتم اینجا، و بعد enjoyed the film رو فقط گذاشتم اینجا. We enjoyed the film. حالا منفیش We didn't enjoy the film. خیلی ساده است. در اینجا هم به همین صورته. Study the word. یه لحظه. در واشت یه میمون خیلی شیرین اومده پشت در، برای همین محواسم پرت شده. ببخش. خب. Study the word order in questions. What did your sister call you? اینم خیلی داستان داره، سخت میشه دیگه زبانم. ببین دوباره اینو درس میدم بیریم سراغ کتاب. ببینید مثال اول رو اینجا تحلیل کنیم. من میگم Your sister call you. خواهر شما تماس گرفت با شما. Call you. حالا سوالیش چی میشه؟ Did your sister call you؟ خواهر شما زنگ calls you. اینو گذشتهش کنیم اول. Your sister called you. درسته؟ خواهر شما به شما زنگ زد. این گذشته حال ساده است. این گذشته، این میشه گذشته ساده. حالا Did your sister call you؟ اینم سوالی گذشته ساده است. Did your sister call you؟ که این ایدی با این دید چی میشن؟ مچ میشن. این وقتی که اومد دیگه این کال ایدی نمیخواد. خیلی خوب. حالا اینجا رو ببین. Why did your sister
call you. چقدر جاله این why میاد این باقی جمله سر جاشه، یعنی این جمله عیناً مثل این جمله است، هیچ فرقی نداره، عین همان. Did your sister call you؟ خواهر شما به شما زنگ زد؟ چرا خواهر شما به شما زنگ زد؟ پس هر وقت WH question بخواد ترکیب بشه با گذشته ساده، یعنی چرا، چطوری، چگونه، کی، فقط میاد اول جمله و باقی جمله گذشته ساده پشت بندش میاد. این مسیجه همون میمونه است. How did you do last night؟ چطوری شما انجام دادی شب گذشته؟ ببین از اول بریم. I did last night. من شب گذشته انجام دادم. حالا چی انجام دادم؟ مثلا یه گفتگویی دیگه، چون دونم خیس کردم دودو شکم. I did last night. حالا سوالیش، Did you do last night؟ آیا شب گذشته انجام دادی؟ که اینجا ببینید این فعل میاد اینجا قرار میگیره به صورت معمولی و این یکی سوالیه. فکر نکنید این اینه ها. Did you do last night؟ خب حالا WH What did you do last night؟ چه انجام دادی شما شب گذشته؟ این جمله عیناً چی؟ اینجا تکرار میشه، فقط یه وات میاد اولش. حالا اگر بیاد اینجا میتونید مثال های خیلی بیشتری رو ببینید. How did the accident happen؟ چطور تصادف اتفاق افتاد؟ افتادش رو با این did میبینید. The accident happened. اینم دلم میخواد بهتون توضیح بدم. ببینید The accident happened، تصادف اتفاق افتاد، این ایدی داره، درسته؟ حالا میخوام سوالیش کنیم. Did the accident happen؟ این did با این ایدی مچ میشه. حالا میخوام بگیم چطور. How did the accident happen؟ How did the accident happen؟ اینن این همینه. پس هر وقت WH question آمد میاد اول جمله و بعد باقی جمله تکرار میشه. اوکی نگران نباشید، اینجا یه عالمه ما WH داریم که شما باید حل کنید و بسیار یاد میگیرید. به هر حال زبان انگلیسی وقتی که به اون درجه از علاقه و نیاز هنرجوها و شاگردها میرسه که خودشون میخوان یاد بگیرن و میشنن پای اینترنت یه معلمی پیدا میکنن و باش جلو میرن، اون موقع بهترین موقع یادگیریه و حتما یاد میگیرن، مثل همین کتاب و همین مدرسی که الان در خدمتتونه. اوکی سکشن ای شورت انسر هم که همیشه آخری سکشن ها هستن و خیلی جالبن و شما راحت یاد میگیرید. Did you see Joe yesterday؟ آیا شما جو رو دیدی دیروز؟ No I didn't. نه ندیدم. به جایی که بگه No I didn't see Joe yesterday میگه No I didn't. Did it rain on Sunday؟ آیا بارون اومد یک شنبه؟ Did it rain on Sunday؟ Yes, it did. بله انجام شده، بارون اومد. Did Helen come to the party؟ آیا هلن به پارتی اومد؟ No, she didn't. نه نیومد. Did your partners have a good holiday؟ آیا parents partner. Did your parents have a good holiday؟ آیا والدینت holiday خوبی داشتن؟ Yes, they did. خوش آمدید، ترمینال رو حل کنین رفقا.
و من میدونم که از اونجایی که ما خیلی با این درس کار داریم، شما هم بعداً خیلی خوب تمرین رو براتون تکرار میشه در درس آینده. نگران نباشید. فقط یادتون باشه دید برای سوالی کردن گذشته ساده یا پست سیمپل میاد و برای منفی کردن much much